بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی در مورد سفرش به امریکا و ایجاد دفتر برای طالبان در قطر با رهبران جهادی و برخی از شخصیت های سیاسی گفتگو کرده است. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه می گوید در این نشست فیصله شده است تا افغانستان با در نظر داشت منافع ملی و حاکمیت ملی توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا را امضا کند. در این نشست همچنان تاکید صورت گرفته است که روند گفتگوهای صلح باید با رهبری حکومت افغانستان و شورای عالی صلح به پیش برده شود. دولت فرانسه افغانهایی را که با نیروهای فرانسوی در افغانستان کار کردند اجازه می دهد تا به فرانسه مهاجرت کنند. رسانه های فرانسه گزارش دادند که افغانهایی که با نیروهای فرانسوی در افغانستان کار کرده و از زندگیشان اکنون در معرض تهدید قرار دارد می توانند با دریافت ویزا به فرانسه سفر کنند و شامل جامعه این کشور شوند. وزارت داخله فرانسه گفته است در قدم نخست دست کم 80 شهروند افغانستان از این ویزا بهره مند خواهند شد. فرانسه به ماموریت نظامی خود در افغانستان پایان داده و اکنون سرگرم انتقال تجهیزات نظامی خود از کشور است. رئیس جمهور آمریکا هنگام دیدار از یک پایگاه نظامی این کشور با سربازان خود گفته است که ارتش آمریکا هم اکنون در افغانستان در حال جنگ است. باراک اوباما که در کنار همسرش در آستانه سال جدید میلادی از پایگاه نیروی دریایی این کشور در شهر هوای دیدن میکرد گفت جامعه آمریکا در کنار نظامیان این کشور قرار دارد و از خدمات آنان به ویژه در افغانستان قدردانی میکند. آمریکا در حال حاضر 66,000 نیرو در افغانستان دارد و قرار است در مورد کاهش آن در هفته های آینده تصمیم گیرد. و شمار از وکلای مدافع از بدرفتاری نهادهای عدلی و قضایی و پلیس در برابرشان شکایت می کنند. آنها می گویند که مسئولان برخی نهادهای عدلی و قضایی به آنان به عنوان یک عنصر رقیب می نگرند. این وکلا موجودیت فساد را از عوامل عمده این مسئله دانسته و تأکید می کنند که بدون دادن رشوه کارشان به جای نمی رسد. اما وزارت داخله این ادعا را رد می کند. اگر اینا امروز اقدام نکنند، باید داشته باشیم که پدیده فساد افغانستان مثل موریانه می خورد و امکان نداره که صلح و ثبات در افغانستان بیاید. فعالیت های وکلای مدافع در حکومت نیز با پدیده فساد زنجیره‌ای در کشور گره خورده است. شمار از وکلای مدافع میگویند که اخیراً بدرفتاری توهین در برابر آنان به وسیله شماره از نهادهای عدلی و قضایی و پلیس صورت میگیرد. در این اواخر یک سلسله بدرفتاری ها، توهین و تحقیرهای از جانب منصوبین پلیس، سارنوالی، امنیت ملی و محاکم در برابر وکلای مدافعی که برای حقوق شهروندان دادخواهی می نمایند اعمال می گردد. این وکلا میگویند زمانی که موکلانشان میخواهند دادخواهی کنند باید به نهادهای عدلی و قضایی پول بپردازند. در غیر آن با برخورد بد مسئولان این نهادها روبرو می شوند. سرنوالای محترم ما اکثرشان به خاطر رشوه ستانی یا هر موارد دیگه‌ای که هست به موکلین وعده میتن، مثلا میگن که من تو را کمک میکنم تا رها شوی، اما از حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع که حقوق مدنی یک شخص است هیچ آگاهی برش داده نمیشه. روز به روز اعتماد مردم از ارگانهای عدلی و قضایی کم میشه. این یک چیز بسیار نگران کننده و هشدار دهنده به دولت افغانستان هست. عوامل پخش و حمایت فساد در جامعه افراد ناسلیم پلیس، مخبر، سارنوال، قاضی، والی، رئیس، وزیر و سایر متخصصین مجرب، تحصیل یافته، با صلاحیتند. نه اشخاص بی سواد و غیر مسلکی. این در حالی است که قانون اساسی داشتن وکیل مدافع را حق شهروندان دانسته است. ماده 31 قانون اساسی هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منصوب اطلاع یابد و در داخل میادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم به بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن از هر نوع تعرض مسئول می باشد. وظایف و صلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد. این وکلای مدافع موجودیت فساد گسترده در دستگاه حکومت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی را با توهینشان مرتبط می دانند. با وجود تلاش های زیاد نتوانستیم دیدگاه لوی سانوالی و دادگاه عالی را در این مورد داشته باشیم. اما وزارت داخله بدرفتاری پلیس با وکلا را رد می کند. پذیرفتارش دشوار است.
اما وظیفه پلیس است که با وکلای مدافع که از دوسیه های و یا قضیه های مزنونین پیش میبره همراشان همکاری بکنه. وظیفه شان است و امیدوار هستیم که همچون قضیه ها نباشه. وکلای مدافع به دولت افغانستان پیشنهاد میکند که از ورود افراد غیر مسلکی و فساد پیشگان در نهادهای عدلی و قضایی جلوگیری کند تا به باور آنها از حقوق شهروندان به گونه لازم دفاع شود. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.